علائم ظهور در یک نگاه کلی اتفاقات طبیعی هستند، به تعبیری آشوبهای در گیتی که به دست هیچ کس نیست، مثل سیل و مثل زلزله و مثل طلوع خورشید از مغرب، صیحه آسمانی که حالا خود این صیحه 9 مورد در روایات مصداق داره، مهمترینش فریاد جناب جبرئیل امین در آسمان است که همزمان و بعد از او و به تعبیری صبح جبرئیل فریاد میزنه و حقانیت آقا امیرالمومنین علیه السلام رو اعلام میکنه. شب هم شیطان یک صیحه آسمانی داره، در حقیقت بگم صیحه زمینی، حالا بعد میگم دقیقش رو بحث خواهیم کرد. یه سری اتفاقات در عالم میفته، زلزله های خیلی زیاد و مطالبی از این قبیل، مثل بعضی از مرضها و مریضی‌های سخت ناشناخته که بشر عاجز از درمانش میشه. اینا حوادث طبیعیه. وقتی که علائم اول، دسته اول که انحطاط اخلاقی شروع شد، به یک حدی میرسه که ظرفش پر میشه، دسته دوم علائم شروع میشه. اتفاقاتیه که به دست بشر نیست، که حالا بعد از اینکه یه مدتی میگذره از شروع علائم دسته دوم یعنی حوادث طبیعی، بعد از یه مدت کوتاهی دسته سوم علائم شروع میشه که اتفاقات فراگیری در عالم در حوزه مسائل نظامی و سیاسیه، مثل خروج سفیانی همزمان با یمانی و همزمان با خراسانی. هر کدوم این ستا بیاد او دوتای دیگه نیاد قطعا دروغه. اون وقت پس سه دسته شد: عوامل اخلاقی، عوامل طبیعی، عوامل سیاسی نظامی. بحثی که اینجا مطرح میشه، علائم ظهور قابل جعل نیستن، کسی نمیتونه بیاد اینها رو بازسازی بکنه، یعنی بیاد بگه ما تصمیم میگیریم من سفیانی میشم. یک کسی را مثل اینکه در جریان فتنه سوریه، این دولت منحوسه داعش، اینا اول اعلام کردن که ما سفیانی هستیم، همزمان با ظهور اینها یمانی را هم درست کردن، اون شیاد بصره رو، احمد الحسن ملعون رو که ظاهرا میگن سقط هم شده، این ملعون رو اومدن در بصره درست کردن به عنوان یمانی. خراسانیش کو؟ حالا میگم چرا. بعد خب باید یک خراسانی هم بسازن، یک مهدی هم بیان درست کنن دیگه، بعد بگن خب اینم مهدیش. آیا میشه این کار؟ یعنی قابل جعل این کار؟ میتونن یه عده از دشمنان شیعه بیان این علائم تو کتاب ما بخونن، بعد میگن خب خودمون هم میریم اجراش میکنیم، یه مهدی هم میاریم آخرش دیگه، حالا مهدی که خودمون اسمشو میذاریم مهدی، نه امام زمان علیه السلام، لذا میگم مهدی با چون اونا درست کردن تقدسی نداره، نه امام زمان علیه السلام، موعود انبیا. میشه آیا این کارو کرد؟ یعنی میتونه دشمن بیاد کتابهای ما رو رصد کنه، بعد یه امام زمان علیه السلام بیاد بگه من یه مهدی جعلی میسازم به جای امام زمان علیه السلام موعود انبیا؟ میشه چنین کاری کرد یا نه؟ جواب این است که خیر، علائم ظهور قابل جعل نیستن. طراحی بسیار حکیمانه علائم ظهور از جانب خداوند متعال و بیانات معصومین علیه السلام طوریه که علائم ظهور رو اصلا نمیشه سوء استفاده کرد و جعل درش کرد. برگردیم یک بار سری بشماریم. در اون مورد اول، فضای عام جامعه بشری مورد نظر تمام دنیا دستخوش تمدن شیطانی میشه، یعنی حتی در خانه مسلمین و مؤمنین هم بعضی از این فتنه ها وارد میشه که خوندم روایت در جلسه قبل که فرمود ما من بیت من بیوت المسلمین الا دخلت هل فتنه، فتنه در تمام خانه ها وارد میشه. پس این گاله یه عده از دشمن ها مثلا بگن ما تو شهر خودمون شلوغ میکنیم این کارا رو انجام میدیم، نه، کار به جایی میرسه که در بین خود مؤمنین هم این فتنه ها میاد. اون وقت این علائم رو باید مجموعی بررسی کرد. علائم طبیعی در دسته دوم به دست افراد نیست، طوفان و سیل. البته ادعا میکنن، یا آقایی که حالا اسمشو نمیخوام ببرم، تو نوشته ها و مقاله هم دارم، که تقریبا 10 سال پیش، ولی حدود دهه 80 در ترکیه یک زلزله بسیار وحشتناکی اومد. این یک نخی رو نشان داد و گفت این نخ رو من تکون دادم، اونجا زلزله اومده. از این ادعاها میشه کرد که الان تو مشهد بگی که من یه نخی رو تکون دادم، دو شبه داره تو تهران مثلا زلزله میاد، مردم در به در کوچه و خیابونه. ولی خورده حال مشهدی ها فهمیدن که پارسال چه خبر بود تو مشهد. یکی کسی بیاد از این ادعاها بکنن، نه، اینا به دست مردم نیست. یا اینکه خورشید هر روز از مشرق طلوع میکنه، یک روز از مغرب طلوع کنه. حالا در بحث خودش اتفاقا این علامت در متن قرآن آمده که
حالا خواهیم گفت. حضرت ابراهیم به نمرود گفت که خلاصه شما اگر میتونی خورشید رو از مغرب بهش بگو طلوع کنه. خب امر محال ذاتی رو که نمیخواد. اونجا یه بحثی داریم در اونجا که حالا روایت رو کنار هم بچینیم. فبهت الذی کفر، یه سری از علامات هست که مثل علائم طبیعی به دست کسی نیست. میایم تو دسته سوم. تمام خطر تو دسته سومه. تو دسته اول جلسه قبل عرض شد که امام باقر علیه السلام فرمودن وقتی که این علائم رو دیدید تو جز اینها نباش، اون انحطاط‌های فرهنگی و اخلاقی اونو کارش ندارید. دسته دوم که مشخص به دست هیچ کس نیست. دسته سوم، اینجا جایگاه خطر و زنگ خطره. مثل همین جریان داعش که پیش اومد، گفتم مثلا ما سفیانی هستیم، بعد یک احمد الحسنی هم در بصره درست کردن که حالا مفصل به پروندگیش دیگه خواهیم کرد در ادامه مباحث. میرسیم به یمانی، خیلی اونجا حرف هست، در جای خودش به تفصیل رسیدگی خواهیم کرد. تمام شبهات هم انشاءالله به حول قوه الهی جواب میدیم. این دسته سوم خیلی خطر داره. اینجاست که یه عده از افراد شیاط ممکنه به میدان بیان در هر زمانی. نبگیم حالا بعدن پیش میاد، نه رفقا، همین الان درگیر این حرفا هستیم، حرفای روز دیگه، اینا مطالبی که الان درگیرش هستیم، باید بدونیم چه خبره. حالا در دسته سوم به فرض یه عده‌ای بخوان بیان بگن ما مصادیق این علاماتیم، من سفیانی هستم، من یمانی هستم، من خراسانی هستم، هنوز خیلی این مطالب هم بلد نبودم، یه آقای توی جلسه پیدا شده بود به عنوان خراسانی تو حجره ما اومد، من به بعضی دوستانم که حجره داشتم و تو مدرسه بودیم درس می‌خوندیم، تو حجره ما اومد، بعد برای ما هدایایی رو آورد، میگفت من خراسانی هم. ما هم یه خورده خیلی ساده نبودیم باور کنیم، اما واقعش به شک افتاده بودیم. یه سید خیلی نورانی بود. بعد کاشف به عمل اومد که تو اون جلسه‌ای که دیشب هم همون جلسه اتفاقا منبر رفتم، جلسه قائمیون، تو اون جلسه آمده بود، خلاصه سر همه رو کلا گذاشته بود، از یکی 500 هزار تومان گرفته بود، از یکی 200 هزار تومان گرفته بود. بعد گندش در اومد که اصلا کلاهبردار بوده مثلا در 15-16 سال قبل، بعدم بیرونش کردن از جلسه. حجره ما میومد، بعد فهمیدیم که این دنبال اینه که مثلا به اسم ما که ما رفیق فلانی بود، از اینکه مثلا کلاهبرداری کنه. خلاصه بعد فهمیدن و لو رفت پرونده، که همون موقع یادم حاج آقای یوسفی رو منبر اعلام کردن که این شیاد پدر سوخته که اومده تو این جلسه. خلاصه این چنین و چنان، و خودشم نشسته بود دیدم رنگش پرید و بعدم نه، خلاصه سید خراسانی نیست. خیلی ها دوست دارن این دسته سوم رو به خودشون اختصاص بدن. زمزمه هایی رو هم شنیدیم در چند سال گذشته. آیا میشه یه عده شیاد که میخوان علائم ظهور رو اینجوری خرابش بکنن، از ساده لوحی دیگران استفاده بکنن، یه عده رو به عنوان سید خراسانی، به عنوان سید یمانی، به عنوان سفیانی، آیا این علائم واقعا اینقدر غیر حکیمانه طراحی شده که هر کی از گرد راه برسه بتونه سوء استفاده کنه؟ آیا اینجوری مطلب یا نه؟ دو سه تا نکته رو گوش کنی. نکته اول در بحث سوء استفاده و عدم اینکه قابل جعل نیست این علائم، جلوی سوء استفاده در علائم سوم رو با دسته دوم معصومین علیهم السلام گرفت. امام باقر علیه السلام به جابر فرمودن تا ندا آسمانی نیامده خروج خراسانی یا یمانی یا سفیانی را باور نکن. خب کو ندا آسمانی که همه به خود میلرزند و صدای جبرئیل را تمام اهل زمین میشنوند، کو؟ خب این که نیامده، کو صحیحه؟ هنوز ندای آسمانی نیامده، هنوز خورشید از مغرب طلوع نکرده، یکی ادعا کنه آقا من یمانیم. ما یاد دادن معصومین علیه السلام، گفتن باور نکنی تا دسته دوم علائم به وجود نیاد، حوادث طبیعی و آشفتگی در صحنه گیتی و آفرینش رخنمایی نکند، دسته سوم اصلا به وجود نمیاد. قبل از ندا کسی بگه من سفیانیم، یمانیم و مطالب این چنینی. خلاصه دسته سوم اگرچه که ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، اما بدون تحقق دسته دوم دروغه و از این زاویه ائمه معصومین عقیده شیعیانشون رو مدیریت کردن. این نکته اول که خیلی کارسازه در بصیرت یافتن در این علائم. اینو بعد پرونده ای داره مفصل، بعد انشالله میرسیم انشالله. نکته دوم، اگرچه که علامات دسته سوم ابتدا منطقیه، اما بازتاب جهانی داره. یعنی در منافع یا ضررهای این علائم دسته سوم تمام کشورهای دنیا، نه فقط یک منطقه خاص، تمام کشورهای دنیا درگیر میشن. اون مهدی سودانی رو من هفته پیش اشاره‌ای داشتم که 40 سال قبل در کنار کعبه ادعا کرد من مهدیم، چنین ادعایی کرد.
بعدم خلاصه ریختن و مکه رو گرفتن و بعدم کشتنش. حالا اگر ما در همون زمان مثلا می بودیم و می دیدیم یه عده ریختن و با این خصوصیات، خب شاید می لرزیدیم به خودمون. خب چجوری اینها رو ما بتونیم دستبندی کنیم؟ دومین راه برای که جلوی سوء استفاده گرفته بشه این است که گفتن این علائم جهانیه، نه در یک منطقه خاص، نه در مکه، نه فقط در سوریه، تمام دنیا رو به هم می‌ریزه. پاکستان هم تحت تاثیر قرار می‌گیره، چین هم تحت تاثیر قرار می‌گیره، کره شمالی و جنوبی و نمیدونم قطب شمال و قطب جنوب و آمریکا و آفریقا و تمام کشورهای اروپایی، همه درگیر این علائم میشن. خب در همین جریان داعش اینجوری نبود آخه، تمام گیتی به هم میریزه، تمام کره زمین به هم میریزه. اینم علامت دوم. علائم ظهور یک شبکه به هم پیچیدن که جلو انحرافات رو میگیرن. یمانی و سفیانی با هم قیام میکنن، یکی اومد دیگری نیومد قطعا کذب و دروغه. خراسانی با یمانی ملاقات میکنه، حالا کسی که از این علائم خبر نداره. وقت متاسفانه جریان احمد الحسن یمانی شیاد بصره، یه مقدار احساس خطر بکنیم از این جریان. من بعضی از متدینین رو دیدم تبلیغ این شیاد رو میکنن، به وقتی پای علائم ظهور مینشونیمشون، هم آیات هم روایات که در این زمینه مفصله، و وقت ببینیم مطلبش حل میشه. بنابراین باستاب جهانی داره، شبکه به هم پیوسته است که با این خصوصیات جلوی سوء استفاده ها گرفته میشه. قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء آیه 9 میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن به راه استوارتر، به راه محکمتر، به اونچه که محکمتر و سزاوارتر هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. خب این فقط مخصوص مسلمان هست؟ نه، هر کسی به قرآن مراجعه کنه، منتها قرآن رو از همون کانالی که باید فهمید، یعنی راه و رسم خودشو داره قرآن فهمیدن. اینجور نیست که حالا قرآن فقط بخونیم ترجمه کنیم ما دیگه علامه شدیم قرآن میفهمیم. قرآن یک مطالبی داره، حالا روش تفسیری مطالبی داره چجوری باید وارد شد. اما قرآن ذاتش هدایته. چطور میشه این قرآنی که به راه استوارتر و به چیزهای استوار و محکم هدایت میکنه، وقت مهمترین اتفاقات این عالم که علائم ظهور تو این زمینه حرف نداشته باشه؟ ادعامون اینه که حدوداً 1/10 قرآن راجع به آخر الزمان و علائم ظهوره، حدود 600 آیه تقریبا. و همینجا بگم این مطلب مورد انکار خیلی آیونه. در دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مهمترین دایرة المعارف کشور ایران، آقای کاظم موسوی بجنوردی میگه آخر الزمان واژه و اصطلاحی است در برهه‌ای از زمان در آخر دنیا. بعد میگه در قرآن به این مسئله اصلا پرداخته نشده، چیزایی هم برداشت کردن میگن تو روایاته. حالا ببینید طرز بیان رو، و هیچ کس تا به حال درباره صحت و سقمان ها بررسی نکرده. آقای رسول جعفریان هم زحمت کشیدن کتاب نوشتن، تمام علائم ظهور رد کردن، یون دیگه دیگری هم کتاب نوشته، فقط گفته سفیانی شاید درست باشه. این خیلی آدم دردش میاد. تو یک فضایی داریم زندگی میکنیم که مهمترین اتفاقاتی که قرآن اومده روش دست گذاشته و یک برنامه ریزی حکیمانه ای رو ارائه کرده که از خلقت حضرت آدم علائم ظهور رو شروع کردن، گفتن میگم آیات شو، در جریان سجده نکردن ابلیس اونجا علائم ظهور خودنمایی میکنه، که میگیم با کمک روایات این آیات رو بحث خواهیم کرد. مهمترین پیام قرآن آخر الزمان و علائم ظهوره. ادعامون اینه که 600 آیه در قرآن در این رابطه داریم که بحثاشو تو این جلسه میگیم انشالله. بعد این بخش مهم قرآن توسط خودی ها انکار داره میشه. خب درد دیگه. حالا شما هم که حالشو ندارین بریم بشینید تحقیق کنید، مثلا 6 ساعت بشینید بگردید تا یک واژه رو بگردید پیدا کنید، حوصله این کارام که ندارید. صبح جمعه هم شیخ بخواد از یه ساعت بیشتر حرف بزنه، اونم بحثی که مثلا 7-8 ساعت روش زحمت کشیده، بخواد مثلا در یه جلسه مطرح کنه، میگه ای بابا چقدر طولانی شد. مثلا تو شما که اینجوری نیستین بلا نسبت شما. لذا فقط به یک آیه اشاره می‌کنی، بعد میریم سراغ یک روایت. و آقا 600 آیه تو قرآن؟ بله. خب لااقل یه جوری بگو که ما تعجبمون برطرف بشه. آیاتی که مربوط به وارثین یرسوها، اورستوموها، یک شبکه به هم پیوسته هستن که مربوط به بحث وراثت زمین و مسئله علائم ظهور آخر الزمانن. بسیاری از آیاتی که مفسرین سنی و شیعه به عنوان اشراط الساعه اومدن بحث کردن تو قرآن، که آیات زیادی، اینها همش مربوط به علائم ظهوره، منتها مربوط به قیامت، قیامت صغرا، نه قیامت کبرا، که حالا بحثش از خود قرآن خواهیم گفت. این بحث قیامت صغرا و کبرا در خود قرآنه. و نجم اذا هوا، این ستاره‌ای که خواهد افتاد، از علائم بسیار مهم ظهوره. و و و و مطالب دیگر. میرسیم با آیه 65 سوره انعام که میفرماید
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، بگو خداست که میتواند از فراز سرتان یا از زیر پایتان عذابی بر شما بفرستد. این خود این آیه از علائم مربوط به آخر الزمان به مسئله علائم ظهوره. یا شما رو به صورت فرقه ها و گروه های مختلف به هم اندازد. دیدید دیگه همدیگر رو متهم میکنه، با سنی برادر، با شیعه دشمن. آی تو نمیدونم آمریکایی هستی، آی یکی به اون که میگه تو شیعه نمیدونم شیعه اروپایی هستی، اون که میگه تو شیعه مثلا آفریقایی هستی، حالا اون لفظونو، اون تو مثلا شیعه چینی هستی، من به جون هم دیگه میدازن این حرفا رو. اینا در متن قرآن خبر داده شده، روایات هم اتفاقا به شدت اینو تایید میکنه که در برهه نزدیک به ظهور چنان، نمیخوام بگم الان مثلا ظهور پس فردا اتفاق میفته، اما خب به هر حال ما ظهور رو خیلی نزدیک میبینیم بر اساس علائم، همه به جون هم دیگه میفته. اون وقت با سنی ها برادر میشن، با شیعه ها برادر نیستن. این درد رو کجا ببریم؟ مهمترین وحدت قبل از وحدت با شیطان پرست ها، قبل از وحدت با یهودی ها، قبل از وحدت با بت پرست ها، اول باید خودمون با خودمون وحدت داشته باشیم. آیون شیعه باید با شیعه وحدت داشته باشه قبل از اینکه با بت پرست ها خود وحدت پیدا بکنه. اون وقت قبل از وحدت ها و یکی شدن ها و اتحاد ها با شیطان پرست ها، اول خودمون با خودمون باید وحدت داشته باشیم. قرآن میگه چنان به جون هم میفتی، بعد میفرماید انظر کیف نصرف الآیات، ببین که ما چگونه آیات و نشانه ها رو خلاصه برمیگردونیم و این آیات و نشانه ها رو به شما نشان میدیم، لعلکم یفقهون، بلکه شما اهل فقه بشید، یعنی فهم عمیق پیدا کنید و از این علائم به یک نتایجی برسید. و اما یکی از این روایات که همین آیه که الان خوندم رو پیغمبر اکرم به عنوان علائم ظهور و آخر الزمان تفسیر کردن. حالا روایت رو بشنوید، این بحثا خیلی مفصله، این روایت انشالله تمام ثقل بحث رو براتون حل میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری میگه به همراه پیغمبر اکرم حج به جا آوردیم، حجت الوداع، اون آخرین حجی که دیگه پیغمبر اکرم بعدش از دنیا رفتن و واقعه قدیر و جریان قدیر بعدش اتفاق افتاد. بعد از اینکه پیغمبر اکرم واجبات حج رو به جا آوردن، من الحج اتا مودع الکعبه، برای وداع اومدن در کنار کعبه، فلزم حلقه الباب، خود رو چسباندن به حلقه در کعبه، و نادا به رفع صوتهی، با صدای بلند فریاد زدن ایها الناس، آی مردم جمع بشی، فاجتمع اهل المسجد و اهل السوق، خلاصه مردم هم ظاهرا به همدیگه خبر دادن و جمع شدن و عده زیادی از بازارهای اطراف و مردمی که داخل مسجد الحرام بودن همه دور رسول خدا رو گرفت. میخوام بهتون خبر بدم از اون اتفاقاتی که بعد از من رخ خواهد داد. میخوان طراحی کنن آینده رو، میخوان طراحی آینده رو به امتشون بیان بفرمایید. این خددهیه، خیلی این گونه روایات مهمه. نه فقط میخوام بگن آقا اخلاقتون رو درست کنین، اینو جای دیگه هم گفتن، با توجه به این که پیغمبر اکرم میدانن که به زودی از دنیا میرن، خودشون هم خبر دادن که این دیگه حجت الوداعه، یوشکو ان یعتینی رسول ربی، یوشکو ان یعتینی رسول ربی فعجیب، به زودی از دنیا میرم، میخوان طراحی آینده امت رو به دست امت بدن. فرمودن اونایی که اینجا هستن شاهدن به غائبین خبر بدن. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه واله، گریه کرد رسول خدا، حتی بكى لبكائه الناس اجمعين، اونقدر رسول خدا گریه کردن که تمام مردم در مسجد الحرام، اونایی که دور رسول خدا جمع شدن، جابر میگه همه گریه کردن و به گریه افتادن. صدای گریه مردم بلند شد، فلم ما سكت من بكائه، وقتی که پیغمبر اکرم گریهشون قطع شد، مردم همه مقدار آروم شدن، قال اعلموا رحمكم الله، بدانید و آگاه باشید، خدا رحمتتون بکنه، ان مثلکم فی هذا الیوم کمثل ورق لا شوک فیه الی 40 و 100 سنه، فرمودن مثال شما مانند یک برگ و گیاهی است که خار دور ورش نیست. یعنی اون لطافت فضای نزول قرآن و وحی و دیدن من و همراهی با من و هنوز اظهار و ابراز نشده فتنه ها خیلی، این هنوز در میان شما است. این سرسبری تا 40 سال باقی میمونه، هنوز دستخوش تغییر نشدید، هنوز مثل یک گیاهی هستید که فقط برگ داره،
و سرسبز و با تراوت هست. ثم یاتی تا 140 سال، 140 سال. ثم یاتی من بعد ذالک شوکن و ورقن الی مئتی سنه. بعد از اینکه این 140 سال اول تمام میشه، 200 سال فرا خواهد رسید که برگهایی هستید که خار هم در کنار شما هست. دردسرهایی شروع میشه. 140 سال اون تراوت و تازگی رو دارید چون نزدیک فضای نزول وحی. بعد از این یک 200 سالی فرا میرسه که برگ سرسبز و با تراوت به همراه خارها در کنار خواه هم خواهد بود. بعد از این 340 سال ثم یأتی من بعد ذلک شوکن لا ورق فیه، همتون خار میشید. خار کنایه از بی ارزشی. خار چه ارزشی داره؟ فقط درد سوزوندن میخوره دیگه. خار چه ارزشی داره؟ فرمودن بی ارزش میشید، فقط خار میمونه از شما. پستی و بی ارزشی همه وجودتون رو میگیره و جز اون چه که میگم بین شما نخواهد بود. حتی لا یرافیه، حالا در میان شما فقط ایناست. لا یرافیه اینجا دیگه نفی است و الا، یعنی حتما حتما این علائم در میان شما خواهد بود. الا سلطانون جائر، اگر سلطان باشید جائر و ظالم خواهید بود. او غنیون بخیل، ثروت داری اما بخیلی، به حال دیگران رسیدگی نخواهد شد. امت من این حالو پیدا میکنن تا جایی که دیده نمیشه در میان این امت و در میان شما الا سلطانون جائر، سلطان جائر و ظالم. او غنیون بخیل، غنی و ثروتمندی که بخیله. او عالمون مراقبون فلمال، عالمی که رغبت به جمع کردن مال داره، عالمی که دنیا دوسته. او فقیرون کذاب، فقیر دروغگو. او شیخون فاجر، شیخ به معنای پیرمرد در لغت عربی، شیخ و شیخه یعنی پیرمرد و پیرزن. پیرمرد فاجر، اهل فجور، شهوت پرست، به دنبال نوامیس مردم. این خیلی عجیبه این تعبیرات. فرمودن پیرمردهاتون فاجر میشن، اهل فجور و فسق و گناه میشن. بچه هاتون بی حیا و وقیح میشن. او امرأتون رعنا، رعنا در لغت فارسی معنای خوبی داره. مثلا میگن که جوون شما خیلی رعناه، اینو در عربی اگر بگی باید دور وایسین، در عربی فوشه. رعنا در لغت عرب یعنی سبک و جلف و احمق و بیپروا، بیحیا. فرمود زنها سبک و جلف و بیپروا میشن، دریده میشن، معنای بدی داره در عربی. خب ببینید وضعیت سلطان و اغنیا و فقرا و عالم و پیرمردها و بچه ها و زنها رو گفتن. ثم بکا رسول الله، باز پیغمبر اکرم عشق می نیختن و گریه می کردن. فقام الیه سلمان الفارسی، سلمان فارسی بلند شد. یادتون میاد یه وقتی روایت خوندم فرمودن نگین سلمان فارسی؟ اون در جواب کسی بود که سلمان رو مسخره می کرد، گفت ما عربیم و این فارسه، این عجمه. فرمودن به عنوان مسخره نگین، نه که نگین سلمان فارسی. این در میان خودشون بود. فرمودن یعنی معناش این است که عرب و عجم فرقی نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این در جواب کسانی بود که مسخره میکردن سلمان رو، اینکه این سلمان مثلا سلمان فارسی. میفرمودن نگین سلمان فارسی، میگن سلمان محمدی. جناب سلمان بلند شد، صدا زد یا رسول الله اخبرنا متى یکون ذلک. یا رسول الله کی اینجوری میشه؟ پیر مردها، پیر زنها، زنها، جوانها، اغنیا، فقرا، سلاطین، علما در میان این امت به این وضعیت نابسامان میرسن. فقال، پیغمبر اکرم شروع کردن علائم آخر الزمان، دسته اول از علائم، انحطاطهای اخلاقی و فرهنگی و تسلط تمدن شیطانی که ازش تعبیر کردیم. شروع کردن بعضیشو اینجا بیان کردن، بعضی هم در روایت دیگه. فرمود یا سلمان اذا قلت علماؤکم، عالم دینی در میان شما خیلی کم میشه. و ذهبت قرآنکم، قاریان قرآن در میان شما بسیار کم میشن. و قطعتم زکاتکم، زکات نمیدید. و اظهرتم منکراتکم، منکرات و کارهای زشت رو علنی انجام میدید. و علد اصفاتکم فی مساجدکم، در مساجد صداتون رو بلند میکنین. بر اساس این گونه روایات اساتیدمون فرمودن اون اولی که بلنگو اختراع شده، بلنگو آمده بود، بعضی از بزرگان و مراجع بلنگو رو تو مسجد حرام میدونستن. حالا اینو نگهش دارید دیگه، حداقل این باشه. حالا این چه معنا داره؟ ظاهرا جز علائم مذموم به نظر میرسه. حالا بلنگوهای آنچنانی تو مساجد، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله، آیت الله شیخ جواد خراسانی رحمت الله علیه، این عالم تو مسجدشون بلنگو نبود. بر اساس روایات علائم آخر الزمان گفتم بلنگو با اون آذان چه، اینو بگم امیدوار بشید دیگه، وقتی فکر نکنیم بعد بریم حالا مثلا دایناکورد بگیریم، چه میدونم اسمش، من خیلی وارد نیستم،
دستگاهی هست الان تو جزا هست. نه همین خوبه، همین رو نگهش داریم. یکی از نشانه همینه، علت اسواد کن فی مساجده کن و جعلتم دنیا فوق رؤوس کن والعلم تحت اقدام کن. دنیا پرستی، دنیا حلوا حلوا روی سر، علم قرآن و دین و این مطالب زیر پا، یعنی علم بسیار بی ارزش، دنیا روی سر. والکذبه حدیث کن، اصلا ورد زبونتون میشه دروغ. والغیبت فاکهتکم، غیبت کردن میوه مجالستونه، نقل مجالسه، میوه آدم میخوره تر و تازه میشه. میگه آقا اصلا غیبت نکنه اصلا حال نمیده، اصلا باید اصلا غیبت بکنه، اصلا تا غیبت نکنی کیف نمیده اصلا. فاکهه میوه، آدم چقدر با اشتیاق میوه میخوره، با اشتیاق پشت سر هم دیگه غیبت خواهید کرد، کیف میکنین از غیبت کردن، اصلا جوون میشه غیبت. والحرام غنیمتکم، حرام میشه غنیمت، حرام غنیمت چیزیه که بی خرج و راحت به دست آدم میاد، مال حرام بی خرج و بی زحمت، خلاصه کیف میکنه آدم از مال حرام خوردن، خلاصه حلال میشه مرید حرام رو، غنیمت میدونید حرام رو. ولا یرحم کبیرکم صغیرکم ولا یوقر صغیرکم کبیرکم، کوچیکترها به بزرگترها احترام نمیگذارن، وقار بزرگترها رو رعایت نمیکنن، حتی پاشون هم جلو بزرگتراشون دراز میکنن. بزرگتران به کوچیکترها رحم ندارن. من یک کسی رو میشناختم، حالا نمیخوام آدرس بدم که شما هم بشناسید، ساختمانهای آنچنانی در همین مشهد فوق میلیارد، بعدش نمیدونم چی میشه که تو 50 نسل بعدم یه ساختمونشو بخورن اضافه میاد. بعضی از اولادش از شدت فقر به اعتیاد افتادن که خودم دیده بودم، مالو چنان جمع میکنه، هوای کوچیکترها رو نداره، رحم به کوچیکترها نداره، حال در جهات مالی، در جهات مشورت دادن، حمایت و مطالب مختلف. از اون طرف بچه هم دو قبضه جبران میکنن، احترام بزرگترها رو ندارن. فعند ذالکت تنزل اللعنت علیکم، فرمود وقتی که این گونه بشید لعنت بر شما نازل میشه. و یجعلو بأسکم بینکم، بدبختی در بین شما میفته، سختی و مشکلات زیادی در میان شما خواهد افتاد. و بقیت دینا بینکم لفظن به السنتکم، خب اون خصوصیات که میاد دین همیشه لغلغه زبان. فعضا اوتیتم هازه الخسان، وقتی که این خصلت ها در میان شما اومد، اون وقت علائم طبیعی شروع میشه، دسته دوم علائم ظهور. توقع الریح الحمراء، منتظر بادهای عذاب و مسموم و کشنده باشید. او مسخن، ملکه انسانیتون عوض میشه، روحی درنده پیدا میکنید، مسخ میشید، حیوان میشید. البته مسخ ظاهری به برکت پیغمبر اکرم در روایت داره در این امت نیست، اما مسخ باطنی هست. در یه روایت آقا دیدم 20 حیوان رو اسم برده، فیل و پشه و نمیدونم گرگ و سگ و خرس و مورچه و، که اینا هر گناهی یک جلوه باطنی داره، روح انسان به اون شکلا در میاد. 20 تا توی روایت دیدم. حالا بحث مسخ خودش بحث جالبیه، حالا در علائم ظهور باید بپردازیم، یه پرونده هم تو بحث مسخ داریم مفصل، تو میخونیم اون روایت ان شاء الله. و اونا هر کدوم یک صفت روحیه در وجود انسان، وقتی ملکه میشه روح انسان به اون حالتا در میاد. او قصفن بالحجاره، بمباران سنگی میشید به تعبیر این حدیث، سنگ از آسمون میباره. خب اینا علائم دسته دومن. و تصدیق، و بعد یک شاهد قوی آوردن، همون ما تصدیق و ذالک فی کتاب الله، خیال نکنید اینایی که من میگم تو قرآن هم نیست، همینایی که گفتم در متن قرآن آمده، که حالا این آیه رو تفسیر مفصلش باز می‌ذاریم برای یه جلسه دیگه، اما آیه رو بخونم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بأس، یعنی خودتونم به جون هم میافتید. انظر کیف نصرف الآیات لعلكم لعلهم يفقهون، که انسان باید به فقه علائم ظهور برسه، یعنی بتونه تهشو در بیاره که این علائم برای چه اتفاق میفته، چطور انسان از عالم دنیا به عالم برزخ که میخواد منتقل بشه با مرگ منتقل میشه، یک فشار و تلاطمی. مرگ خیلی مشکله. ما میخواییم از اوج تمدن شیطان به اوج تمدن رحمان. قرآن تعبیر جنت کرده از دوران ظهور، و جنت ارضها السماوات والارض، اون بهشتی که زمینش آسمان ها و زمین است، نمیگه کعر، یا آیه دیگه داره کعرز السماء والارض، اونجا سما مفرده، اون مال قیامته. یا آیه دیگه میگه و جنت ارضها، نمیگه کعرز، نه خود زمینش همین آسمون زمین، اون بهشت کجاست؟ میگن آخر الزمان تو قرآن نیست. این خیلی من دردم اومده از این مطلب، آیاتی که خیلی صریح داره میگه شما به بهشت ظهور خواهید رسید،
نمیگه مانند آسمان، میگه خود همین آسمان ها و زمین بهشت خواهد شد. خب میخوایم از این عالم دنیای زندگی مادی حیوانی تمدن شیطان که استیلا یافته، میخوایم وارد بهشت بشیم، میخوایم نوعی زندگی برزخی شروع بکنیم، لازمش مثل همون مرگ که انتقال میده یک فشار خیلی قویه. حالا این یفقهون در علائم طبیعی و علائم سیاسی و اون علائم انحطاطات اخلاقی و تمدن شیطانی ما رو باید یک جمع‌بندی برسونه که حالا توقع نداشته باشید تو دو جلسه بشه همه حرفا رو زد. وقتی که این مطالب رو فرمودن، بعدم پیغمبر اکرم به قرآن استدلال فرمودن، آیه‌ای که مربوط به این مطالب خوندن، فقام علیه جماعت من الصحابه، یه دست صحابه دیگه خیلی متعجب شدن و بلند شدن، فقالوا یا رسول الله اخبرنا متى یکون ذلک. شاید هم دیر اومده بودن مجلس، نمیدونم، چون یه مطالبی رو فرمودن، یا رسول الله که اتفاق میفته؟ خب جناب سلمان پرسیده بود، شاید اینا دیر اومده بودن، از اون مسلمانهایی که خوابشون میبره دیر میان. بعد وسط منبر آجا چی شد مطلب؟ حالا اینا هم شاید دیر اومدن، شاید هم از شدت تعجب این سوالو کردن. پیغمبر اکرم فرمودن عند تأخیر صلوات، وقتی که نمازهاتون به تأخیر میفته و اتباع شهوات، میلها و شهوتها تبعیت میشه و شرب قهوات و شتم الآباء و الامهات، کاری به جایی میرسه که پدر مادرشون هم فوش میدن، حتی ترون الحرامه مغنما، حرام رو غنیمت میشمارن. این تو عبارات قبلی بود، شاید همون احتمال درست باشه که اینا دیر اومدن، چون بعضی جا پیغمبر اکرم دوباره دارن میشمارن. و زکات مغنما، زکات رو میگه چرا من باید پرداخت کنم اینو، این پول زور من بگیرم. حالا اون عبارتش یادم نمیاد در لغت، غرامت، یعنی یه پول به ناحقی باید بدم. زکات رو اینگونه میشه اومد. ما همیشه به دوستانمون میگیم نگاه مجموعی به روایات داشته باشید. بعضی از مطالبی که الان نمیخوام اینجا مطرح کنم که اگر مطرح بشه زنده به خونه هاتون نمیرسید، اگر نگاه مجموعی در همون روایات هم داشته باشید، خانم‌ها از شما راضی تر میشن، میگن نه مطلب همینه، منطقا ما نگاه مجموعی نداریم. حتی فهمیدن کجا رو دارم میگم، یه نگاه مجموعی نداریم، یه قسمت رو میایم میگیم، 10 تا قسمت دیگرش رو نمیگیم، لذا بعد مشکلاتی به وجود میاد. رعتا الرجل زوجته و جفا جاره، فرمود زمانی میرسه که به همسایهاتون جفا میکنی. و قطع رحمه، قطع رحم، اگر همین دعای ندبه صبح جمعه هم نباشه، یه کسی هم از دنیا نره و نمیره، مجلس ختم نباشه، عروسی فلانی نباشه، فلانی از کربلا نیاد مجلس نگیره، سال به 12 ماه همخش هم دیگر رو نمیبینه. قطع رحم در حد خیلی بالا میبینیم که عمه تو چند وقت پیش دیدیم؟ میگه 2 سال پیش دیدمش. خب دم شما گرم. و قطع رحمه، قطع رحم میشه با همخشای خودش دیگه ارتباطش رو قطع میکنه. و ذهب رحمت الاکابر و قل حیاء الاساقر، بزرگترها به کوچکترها رحم ندارن، بچه هم خیلی بی حیا میشن. و شید البنیان، ساختمان های محکم و زیبا میسازن. شاید این کنایه از این باشه که خیلی دیگه به دنیاشون اهمیت ندن، خیال میکنن که عمر 100,000 ساله دارن. و ظلم العبید و الاما، به زیر دستشون، به عبد و کنیزشون و زیر دستشون ظلم میکنن. و شهدو بالهوا، شهادت میدن بر اساس هوا و هوس. و حکمو بالجور، از روی جور و جفا میان به اصطلاح حکم میدن، قضاوت میکنن. نه خیال کنین برای قاضیا فقط گفته شده، من و شما خیلی وقت قضاوت میکنیم رو کار دیگران، رو نگاه دیگران، رو رفت آمد دیگران، سری میگم حکم نه فلانی اینجوری بود، هیچی نجسش کرد، انداختش تو چاه. آخه تو رفتی ببینی در اختلافات بین یه زن و شوهر آدم حرف دو طرفو باید گوش کنه، بعد اگر مسئولیتی داشته باشه بخواد مثلا حل اختلاف، نه حرف یک که به قاضی رفتم، خب همیشه آدم راضی بیرون میاد، بعدم اون قاضی هم باید حواسش جمع باشه قضاوت نکنه. از روی جور و جفا حکم میدن. و یسب بر رجلو ابا، به پدراشون فحش میدن، سب میکنن، دشنام میدن. و یحسد رجلو اخا، برادر به برادر خودش حسادت میکنه. و یعامل الشرکا بالخیانه، شریک هم دیگه میشن اما به هم دیگه خیانت میکنن، کلا سر هم دیگه میگذارن، بدهکاری ها رو به گردن هم دیگه میگذارن. و قل الوفا، اون چیزی که خیلی کمه در میان مردم وفا، بی وفا میشن. و شا از زنا، زنا در میان مردم شیوع پیدا میکنه. و تزین الرجال به ثياب النساء، مردها لباس زنها میپوشن، آرایش سر و صورتشون رو به مدل زنها انجام میدن، خودشون رو شبیه زنها میکنن. و صلب عنهن قناع الحیا، در میان زنها هم پرده حیا از بین میره، زنها بی حیا میشن. و دب الکبر فی القلوب کدبیب السم فی الابدان، این زبان بدن ها، این جمله که بعضی از غربی ها کتاب مفصل نوشتن، خیلی جمله قشنگ. چطور گاهی بدن انسان نمایشگر سم میشه در بدن؟
دستش، چشمش، راه رفتنش، نگاه کردنش، همه وجودش نمایش کبر میشه. زبان بدن، نوع نگاه کردن، از بالا نگاه میکنه، از پایین نگاه میکنه، کج نگاه میکنه، راه رفتنش، طرز دستش، اصلا تمام وجودش نمایشگر تکبره. یعنی من از بقیه بهترم. و قلل المعروف، کارهای خوب کم میشه. خب الان ببینید، الان همین مثالو بزنم. مثلا داینات به کار خوبیه دیگه، معروفه دیگه، کار خوبیه. تو کل این خیابون قانه چند تا خونه است؟ مثلا بگو 2000 تا، 5000 تا، نشمردم چی میدونم، تو هر کوچه حداقل 100 تا خونه اگر باشه، نمیدونم، خلاصه 2000 تا خونه. چند تا داینات بس؟ خب یکی مثلا یا دوتا، بگو 5 تا هستن، خیلی زیاده. مثلا ما در یک محله منتظران امام زمان، دوستان امام زمان، در هر 3000 تا خونه یک دونه داینات بس. این تازه یه نمونه اش. تا برو مطالب دیگر. کارهای خوب در میانشون خیلی کم میشه در میان اینا. و زهرت الجرائم، کارهای با عبارت بد معنا کنم، و حونت العزائم، جنایات ظاهر میشه، کارهای بزرگ ساده انگاشته میشه، یعنی گناه رو خیلی ساده و هون و بی سبک میدونن. و طلب المذهب المال، به خاطر مال دوست دارن دیگران متشون کنن. و انفق المال للغنا، برای غنا و موسیقی خیلی پول خرج میکنن. فلان مطرب و برداشته آورده در یک شب 20 میلیون تومان. تازه ما ارزوناشو که به گوشمون خورده میگیم، گرونترم شنیدم. یک شب مثلا یه ساعت میخواد بیاد نمیدونم بزنن و برقصن و مطربی کنن و فساد کنن، 5 میلیون تومان از این خرجا الا ماشاءالله میشه توی جامعه. و شغلو به دنیا ان الاخره، مشغول دنیا میشن، از آخرتشون میمونن. و قلل ورع، ورع و تقوا، که ورع ورژن قوی ترش البته، در میان مردم بسیار کم میشه. و کسرت طمع، بسیار طمع دارن. و الهرج و المرج، هرج و مرج و طمع در میانشون زیاد میشه. و اصبح المؤمن ذلیلا، مؤمن در میان جامعه مسلمانان مؤمن ذلیل میشه. و المنافق عزیزا، منافق در میان اینها عزیز. مساجدهم مأمورتهم بالاذان، مساجدشون آباد با اذان گفتن. اگه آبادی رو به اذان گفتن، خوشگلترین اذان ها رو پخش میکنن. و قلوبهم خالیه من الایمان، اما قلب هاشون خالی از ایمان است. و استخفوا بالقران، قرآن رو سبک و بی ارزش می شمارن. قرآن در بینشون سبک بی ارزشه، لذا بهش کم اهمیت میدن. و بلغ المؤمن عنهم کل هوان، هر طور میتونن مؤمنو ذلیلش میکنن، لگدش میزنه، با دستش تو سر مؤمن میزنه، تبعیدش میکنن، در به درش میکنن، پشت سرش حرف میزنن. مؤمن در میانشون خیلی ذلیله. فرمودن فعند ذالکه، وقتی که کار به اینجا رسید، میرسه ترا وجوه هم وجوه الادمیین و قلوب هم قلوب شیاطین. پناه میبریم به خدا از این که این گونه باشیم. خدای پیغمبر اکرم فرمودن وقتی که این گونه میشه، چهره هاشون مثل آدمه، مثل انسان هاست، قلوبشون قلوب شیاطینه. خیلی نبارد سخت رفقا. ترا وجوه هم، میبینی چهره های ایشان را، وجوه الادمیین، چهره هاشون مثل آدم و انسانه. و قلوب هم قلوب شیاطین، اما قلب هاشون قلب شیطانه. کلامهم اهلا من الاصل و قلوبهم امر رو من الهنزل. فرمود وقتی پا صحبتاشون میشینی، خیلی خوشگل و دلبرانه حرف میزنن، اما دلهاشون از هنزل که گیاه بسیار تلخیه و بسیار بدمزه، قلبهاشون تلختر از هنزل و خربوزه ابوجهل بعضی تعبیر کردن، که بعضی مردن وقتی خوردن. بسیار قلبها، قلبهای تلخ، و کلام کلام شیرین. اینو کنار یه روایتی من یه وقتی فکر میکردم، فراموش کردم بیارم، بعد کتاب میآوردم تو فکرم هم بود دیشب که فکر میکردم روی این عبارات. در یه فرمایشی امام هادی علیه السلام مضمون این فرمایشاتی که اینجا هست رو راجع به صوفیه گفتن. و قطعا نمیخوام محصور کنم، اما قطعا یکی از مصادیق این فرمایش رسول خدا صوفی هستن. شعر مولوی ملعون علی ما علی برات میخونه که در سنیگری و ناسبی بودن شک نیست. اشعاری رو از صوفیه براتون میخونه، کلام بسیار زیبا هم که به 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 به، اما دل او تسلیم مقابل امام نیست، دل او بر علیه امامه. از بیانات و مطالبی که سنی ها و دشمنان اهل بیت و نواسب گفتن میخواد استفاده بکنه، مثل غزالی. غزالی که از همین نمونه هاست قطعا. شما احیاء العلومش من داشتم بعد رد کردم کتابش، احساس کردم شاید مایه نحسی باشه تو خونه. در احیاء العلوم شما مطالب مختلف اخلاقی که غزالی ملعون، محمد غزالی ملعون،
که همه جا به امام صادق علیه السلام تو کتابش دشنام و سب کرده رو میخونید، کلمات اخلاقیش به قدری انسان رو به وجد میاره که علامه بزرگ مثل علامه شبر در کتاب اخلاق خودش میبینید که از کلمات غزالی نقل کرده، کلماتش قشنگه. اما قلب او از خربوزه ابوجهل و از گیاه خیلی تلخ امره، تلختره. فهمان ظاهربین نباش، خطکش اعتقادی داشته باش تا کلام زیبا تو رو گولت نزنه. خیلی ها خوب حرف میزنن، آیا حرف خوبم میزنن؟ دنبال حرف خوب باش، دنبال کلام خوب باش، نه فقط خوشگل حرف بزنه. خوب حرف میزنه خوب باشه، اما حرف خوبم میزنه دنبال حرف خوب باشه آدم. خب بگذاریم، سریع بخونم آخر روایته. فهم زعابان و علیهم ثیاب، فرمود اینها گرگن، اما لباس تنشون، لباس انسان تنشون هم گرگن. در همون فرمایش امام هادی علیه السلام از صوفیه خزلهم الله به ذئاب تعبیر شده، فرمودن اینها گرگهایی هستن که جوانان شیعه رو اعتقاداتش بچه شیعه رو میخوان پاره پاره کنن. زا یه مصداقشونه، نمیخوام بگیم فقط اونه، یه مصداق مهمشونه. فرمود ما من یومن، آخر حدیث دیگه بسیار تون میشه عبارات. پیغمبر اکرم فرمودن ما من یومن الا یقول الله تبارک و تعالی، کار که به اینجا میرسه هر روز خدای تعالی میفرماید افبی تخترون، میخواید منو گول بزنی؟ این در میان جامعه اسلامی ها، نه در میان کفار و اونا که به جای خود، در میان امت کار به اینجا میرسه. خدای تعالی میفرماید منو گول میزنی؟ ام علیت اشتر اون، یا بر من اینقدر جرأت و گستاخی پیدا کردی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، خیال کردید ما عبث شما رو خلق کردیم که هر کار دلتون میخواد میکنی؟ به سوی ما باز نمیگردید برای حساب و کتاب؟ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَا مَنْ يَعْبُدُنِي مُخْلِسًا مَا أَمْهَلْتُ مَنْ يُؤْسِينِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. به عزت و جلالم قسم، خدای تعالی می فرماید اگر نبود که در میان شما افرادی مخلص مرا عبادت می کنند، طرفت العین و چشم بر هم زدنی مهلتتون نمی دادم. این که مهلت دادم به برکت مؤمنین و بندگان مخلصی است که در میان شما هستند. و لولا ورع الورعین من عبادی لما انزلت من السماء قطره. به عزت و جلالم قسم اگر نبودن اهل تقوا و ورع در میانش بندگانم، یک قطره از آسمان نازل نمی کردم باران. ولا انبت و ورقت الخضرا، یک برگ سبز را نمی رویاندم. فوا عجبا لقوم آلهتهم اموالهم و طالت آمالهم و قصرت آجالهم و هم یتمعون فی مجاورت مولاهم. خدای تعالی می فرماید وا عجبا، چقدر جای شگفتی دارد از کسانی که پروردگارشون معبودشون اموال اونهاست، آرزوهاشون بسیار طولانیه، البته عمرشون هم خیلی کوتاهه. فرمود کار به جایی میرسه که عمراتون خیلی کوتاه میشه. این عمر ماها عمر میکنیم رفقا توی دور زمونه، جوونامون تا میان جوون بشن از دنیا میرن. حالا مثلا 50-60 سال واقعا عمره ها، تا 50-60 سال که تازه اول جوونی آدمه، تا میای تازه فهمی جوونی چه خبری، چی باید بری دیگه. فرمود و قصرت آجالهم، اجلهاشون نزدیک میشه، عمرهاشون کوتاهه ولی آرزوهای طولانی دارن. و هم یتمعون فی مجاورت مولاهم، با این وجود که پروردگار و معبودشون ماله و اینقدر آرزوهای ناشایست، با این عمر کم آرزو دارن مجاورت مولا رو هم داشته باشن. مولا رو برو تو آیه انما ولیکم الله دیگه معلومه مولا یعنی چی، مولا خدا پیغمبر اکرم و آقا امیرالمؤمنین مولا امام زمان علیه السلام. خدای تعالی میفرماید توقع دارن همنشین امام زمان هم بشن، ولی وضعیتشون اون لیست مفصلیه که آقا رسول الله فرمودن. فرمود ولا یسلون الا ذالک الا بالعمل ولا یتم العمل الا بالعقل، که دیگه تمام شد. آدرس در کتاب شریف بهار الانوار جلد 52 صفحه 263. حالا این آخرین عبارت رو فقط ترجمه کنم، فرمود به مجاورت مولا نمیرسن مگر به عمل. معلوم میشه عمل جایگاه مهمی داره تو دین. به مجاورت مولا نمیرسن مگر به عمل. ولا یتم العمل الا بالعقل، البته گول نخورید که فقط اهل عمل باشید، عقل بر اساس اعتقادات صحیح و بر اساس عقلانیه. که مسئله عقل رو متناسب با این عبارات بخوایم معنا کنیم، یعنی خوش عقیده، عقلشون یک موتوریه در درونشون که روشن شده اینا رو حل میده به طرف خوبی ها و میرن به طرف خوبی ها.
و از بدی ها اجتناب میکنن. لذا عمل و اعتقاد صحیح و اون روشن شدن موتور عقل که العقل ما او به دبه رحمان و اکتوس و به الجنان، اون جنبه عملی، اون موتوریه که در وجود انسان روشن میشه، آدم او هول میده به طرف خوبی ها و دورش میکنه از بدی ها. عقل در وجود اینها روشنه، قوه عقل روشنه، چراغ عقل راهشون رو روشن میکنه، بعدم میرن پی عمل، پی عمل صالح میرن، اون وقت به مجاورت مولا هم میرسن. خب این یک آیه و تفسیر مفصل این آیه در لسان رسول خدا در رابطه با مسئله آخر الزمان و علائم آخر الزمان. و حالا این آیه هنوز ادامه داره، ذرا و بعصا و زلزال در آیات دیگر و و و که انشالله باید دیگه کم کم شما هم انشالله حوصله داشته باشید تا ما بتونیم پرونده این بحث رو به یک جای انشالله بتونیم برسونیم. خدایا در این دوران وانفسای آخر الزمان با این علائمی که به تعبیری که در جلسه گذشته گفتم، بعضی از محققین میگن بیش از 100 سال و یک قرنه که این انحطاطات اخلاقی به اوج خودش رسید، دیگه بیشتر از این چی میخواد بشه؟ در این دوران وانفسا و این وضعیت انحطاط اخلاقی و فرهنگی، خدایا همه ما رو در پناه ولیت امام زمان علیه السلام و فرزندان و همسران و دختران و ذریه‌مون، خانواده‌مون در پناه امام زمان علیه السلام مسون و محفوظ بدار. خدایا اون محبتی که از اهل بیت علیه السلام با شیر مادر نوشیده ایم، از پاک دامنی مادرانمون و از لقمه حلال پدرمون این محبت امانتدار بودن، این محبت رو به ما رسوندن، خرابش نکردن. خدایا تا آخرین لحظه‌ای که در دنیا نفس میکشیم این محبت و این ارادت و این اعتقادات رو همراه ما حفظ بفرما. رفقا در این دوران وانفسا اگر کسی بخواد حفظ بشه باید خیلی اهل توسل باشه، خیلی باید در خونه مولا رو بزنه، چون الان خودیم در روایت پیغمبر اکرم مجاورت مولا هم اون چیزی که ارزشمنده در زندگی، مجاورت با امام زمان علیه السلام. فمعکم معکم لا مع عدوکم، با شما باشیم با دشمنانتون نباشیم. این معیت رو به عنایت خودشون باید به دست بیاریم، باید بخوایم ازشون دستمون رو بگیرن کمکمون کنن. لذا ملتجی هستیم، پناه میبریم بهشون تو این جلسات، تو این دانود بخوندن ها، دور هم نشستن ها، صداشون میزنیم، دستمون هم میگیرن قطعا. رفقا اگه دستمون رو نگرفته بودن که الان اینجا نبودیم. لذا باز هم بعد از این همه مطالب باز چاره ای نداریم جز اینکه در خونه خودتون بیایم. ما بچه‌هایی هستیم که پدرمون رو تنها گذاشتیم، بی وفایی به پدر واقعیمون امام زمان علیه السلام کردیم، اما باز میبینیم پناهی جز امام زمان علیه السلام نداریم. از صبح جمعه دور هم جمع میشیم، عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، باز پناه به خودتون میاریم، بلکه دست ما رو بگیرید یا صاحب الزمان. عرض سلام و ادبی کنیم ایامی هم که درش هستیم، ایام قربت و مظلومیت مادرشان حضرت صدیقه طاهره و آقا امیر المؤمنین، رشته توسل رو میخوایم ببریم پشت در نیم سوخته، اونجا بریم گدایی اما با امام زمان علیه السلام. السلام علیک یا مولا یا بقیت الله.